به برنامه داوود سلطانزاده خوش آمدید. رئیس جمهور افغانستان آقای کرزی به سفر که به امریکا آغاز کرده به خاطر از یک صحبت های روی روابط استراتژیک و موضوع امنیتی با امریکا گفتگو بکنه، با یک تیمی که از حلقه های نزدیک ارگستان به امریکا تشریف بردن و این سفر چندمین آقای رئیس جمهور است، نمیفهم دوامش یا بیستم. بر صورت مهمان عزیزی داریم که زیاد بحث نمی کنیم، اونا را خوش آمدید میگیم. دکتر صیب عبدالله، رئیس ائتلاف ملی، و برنامه خوش آمدید. تشکر. آقای کرزی نام خدا که سفر کرده که حالا باید پیلوت میشد، اما شاید استعداد پیلوتی رو نداشته باشه. این سفر بسیار مهم باید باشه برش، مهمترین سفرش باید به امریکا باشه، و فکر میکنم که موضوعاتی را که بحث خواهد کرد ممدار موضوعاتی است که چند بار در رسانه ها بارش بحث شده، اما از دید شما تفاوت های دیدگاه هایی که بین افغانستان و امریکا وجود داره، آیا این چطور مدیریت شود؟ تفاوتی که دیدگاه های اوباما داره با رئیس جمهور کرزی فوق العاده زیاد است، از دید شما این چطور باید مدیریت شود؟ تشکر. تشکر از فرصتی که به ما مساعد ساختین. سفر طبعا سفر مهم است، اما ایر شما در دو حالت در نظر بگیرین. یک حالت است که یک رئیس جمهور با پشتیبانی عام مردم خود میره و با کشوری که به افغانستان همکاری کرده از او تقاضای ادامه همکاری ها را میکنه و درباره جزئیات مسائل و بحث مینشینه و آینده روابط مشخص میسازه، و یا در حالتی که یک رهبری در رأس هیئت قرار داره که متاسفانه اعتماد مردم کاملا از دست داده و اعتماد جامعه بین المللی را هم از دست داده و در عین زمان یک دیدگاه واضح برای کشور خود نداره به صورت قطع، و اگر بگویم راه از پیشش گم است. بله. و از هر مسئله استفاده سیاسی کرده و با هر موضوع بازی سیاسی کرده، از جمله با مسئله صلح و مصالحه که عمدترین مسائل زندگی مردم افغانستان است، با روابط افغانستان با جهان، با روابط افغانستان با کشورهای همسایه، با مسائل اساسی کشور. در این هفته که هستیم، هفته تجلیل از تصویب قانون اساسی افغانستان است که میدانیم با قانون اساسی چطور بازی صورت گرفته. حال در همچو یک شرایط توقعی که مردم افغانستان از نتایج همچو یک سفر باشه، اگر واقعی بینانه ببینیم و بدبینانه نگاه نکنیم، مسائل زیادی نخواهد بود، یعنی دستاوردهای زیادی نخواهد داشت. یک چیزی که بسیار برای من دلچسب است، یقینا شما چون در این موارد زیاد از نزدیک دیدین و از رد امریکا هم در شروع اگر شما باشد سال 2001 و 2002 سفرهایی که اقلا اینجا دیدگاه ها وجه مشترک بسیار زیاد بود. حال رئیس جمهور افغانستان با تفاوت دیده که داره، فرض میکنم رئیس جمهور افغانستان یک چیز میخواه، امریکا یک چیز دیگه. فرض میکنم موضوع مسئولیت اساکر امریکایی در افغانستان یا معافیتشان از قوانین افغانستان، یا فرض میکنم خواسته های برای تجهیز اردوی افغانستان، تعداد گمان نمیکنم بر امریکایی بر افغانستان تعداد قمایم نیست، اما بر امریکایی تعداد مهم است. چند امریکایی در اینجا در کجا خواهد بود؟ و فکر میکنم که این دیدگاه ها را اونقدر من دور میبینم که حتی قرار که من این پروگرام تقسیم اوقات شنیدم، روز اول و دوم ای با اعضای کانگرس و با وزیر خارجه و اینا دیدار میکنه، روز آخر که پس میه با آقای اوباما دیدار میکنه و او به خیال امریکایی ها برش گفتن که دیدنت با اوباما موضوع چانه زدن در اونجا نیست، فقط به حساب یک تشریفات اونجا صحبت خواد شد و همه چیز امضا خواد شد. اما شما از دید خود با تجربه که دارین در وزارت خارجه افغانستان بودین، از دید خود این مذاکرات چی میبینین، در کجا خواد رسید؟ نحوی سفر و ترتیباتی که به سفر پیش بینی شده فرق میکنه نسبت به سفرهای گذشته. در ملاقات هایی که با آقای اوباما در نظر گرفته شده، اگر به مو چیزی که قبلا از قبل روش موافقه شده بود که حدود 8 ساعت آقای کرزی باید با آقای اوباما در جمع
چه که دیدار روی در جمع هیئت افغانستان و هیئت امریکا باشه، دیدار یک به یک باشه و اینها، 8 ساعت باید ملاقات داشته باشه. و برداشت ما ایست با کم تفاوت داره از چیزی که شما پیشتر مطرح کردین که اینا همه چیز ماندن وقتی که در ایجه نماینده امریکا، نماینده خاصشان یا بعد سفیرشان یا کسی که در رأس قوای ناتو بود و از جنرال آلن و اینها روی مسائل اساسی نتانستن با موافقه برسن، بعد همه چیز گذاشتن به دیدار مربوط امی سفر. و آقای کرزی علاقمندی داشت که در سفری که به نیویورک داشتن این مسائل بحث کنن که او کار ممکن نبود چون زمان کمپاین انتخاباتی ریاست جمهوری امریکا بود. در اینجا واقعا آیا هیئت دولت اسلامی افغانستان یا جمهوری اسلامی افغانستان با یک طرح بسیار واضح رفتن در روژه و روی ازو بحث میکنن، حتی چانه‌زنی میکنن، چی در سطوح مختلف، در سطح وزارت به وزارت یا در سطح هیئت‌های رؤسا یا رئیس با رئیس، چی میخواهیم ما از اونا؟ اینا بسیار مسائل روشن نیست. تا آخرین روز آخرین مشوره هم که آقای کرزی داشته با نزدیکان خود و با هیئت دولت در کابل با یک نتیجه گیری مشخص از اینجا نرفتن. شما یک نامه سرکشاده برشان فرستادین، در این مورد کدام تماس گرفتین؟ در این مورد مذاکرات ما با امریکا یا توافقنامه‌ای که باید امضا شود؟ چون مسئله بحث قانون اساسی بود و عمدترین نقص قانون اساسی و تخطی سری و پامال شدن قانون اساسی در یک مورد صورت گرفته که هیچ به او توجه نشده. چند بار دیگه در موارد دیگه ما این را مطرح کردیم، حتی رسانه های افغانستان متوجه اهمیت این مسئله نشدن. ما ائتلاف ملی افغانستان تصمیم گرفت که یک نامه سرکشاده بفرسته خدمت آقای رئیس جمهور و در او بحث قضای افغانستان است. درست. از سه قوه دولت یک قوهش در حالت عدم مشروعیت از 2 سال به این طرف ایفای وظیفه میکنه. یعنی اگر به قانون اساسی افغانستان اشاره کنیم، در قانون اساسی افغانستان 2 مسئله محدود شده: رئیس جمهور دوبار انتخاب شده میتونه و قاضی قضات استر محکمه فقط یک بار. حتی نامزد شده نمیتونه به بار دوم. اگر نامزد شوه و بعد او رای بگیره که او یک پروسه دیگه است، اما شده نمیتونه. چطور شده میتونه که رئیس استر محکمه افغانستان 2 سال خلاف حکم قانون اساسی بر کرسی قضا تکیه بزنه با یک قاضی محترم دیگه؟ اینجا این مذاکرات هم جناب دکتر سب وقتی که صحبت میشه که از بحث‌های فساد اداری خواد بود و فساد اداری خود تنها موضوع رشوت و ایگپان است. پامال کردن قانون اساسی افغانستان بزرگترین دقیق فساد اداری. جواب افغانستان به امریکا در مورد حکومت داری خوب و فساد اداری در این مذاکرات چی خواهد بود؟ و آیا امریکا هم در اینجا مسئولیت داره که پیگیری نکرده؟ در این شکل نیست که فساد اداری در جاهای مختلف وجود داشته، اما یکی همیشه باید یک بهانه طور استفاده کنیم که فساد زیاد در کمک های بین المللی سو کمک های بین المللی صلاحیتش پیش ما نبوده، چانه بزنیم این یک کوشش بر خود ایجاد کنیم. این مردم افغانستان هم امروز میدانه، خودت هم کار را بکو که در توانت است. مثلا وقتی خودت میخوایی که تمام قضای افغانستان سیستمش عاری از فساد یا با کمترین فساد کار بکنه، کلانترین فسادی را که در اینجا وجود داره که قاضی القضات افغانستان خلاف حکم قانون اساسی. یعنی فساد چیست؟ تخطی از قانون. کسی رشوت میگیره خلاف قانون است، قوانینی که قوانین فریض در کشور. قانون اساسی افغانستان پامال شده. از این لحاظ کارهای ممکنه که دولت افغانستان میتونسته در یک قسمت بکنه اصلا نکرده. یکی از تعهدات افغانستان در کنفرانس توکیو بر جامعه بین المللی مسئله حکومتداری خوب بود. ما به طرف حکومتداری بدتر و بدترین میریم در این قسمت و وضعیت مردم افغانستان میدانن و همه ما و شما میدانیم. آخرین شماره را نصیب افغانستان میکنن، این را باز گفتم میشه که خوبی جنیت های بعد از ما را میخواین فشار بتن. با این مسائل نه مردم افغانستان فریب میخوره در این مورد. دکتر سب، دو معاون رئیس جمهور چقدر قصور دارد؟ اردوش دولت به صورت کل معاونین باید در این مورد اگر یک نفر هر
هر کسی که هر کسی که جزء می هیئت حاکم است مسئولیت داره و مسئولیت مستقیم داره و هیچ کس نمیتونه خود بری روز مازی مثلا نشان بده. موضوع دیگه که در مذاکرات ماندار از طرف دولت افغانستان مطرح خواهد شد، نگرانی های همسایه های ما خواهد بود، مثلا روسها، ایرانیها، پاکستانیها، حتی ترکیه و هندوستان در مورد بودن امریکا در افغانستان دیدگاه های مشخص و بخصوصی داره از خود. در اینجا شما منیس رئیس ائتلاف ملی چی فکر میکنید که امی توازن چطور مدیریت شود که هم همسایه ها نگرانی هایشان مد نظر گرفته شود و هم افغانستانی که اول ما میخواییم بفهمیم که آیا ضرورت داریم که امریکا روابط استراتژیک داشته باشه و امریکا در اینجا پایگاه داشته باشه و اگر داشته باشیم باز نگرانی های اینا چطور مدیریت شد؟ مسئله پایگاه یک مسئله حساس است. داشتن پایگاه بله. مسئله ادامه همکاری ها در عرصه نظامی امنیتی و یعنی سایده. پایگاه باید نداشته باشیم. مسئله پایگاه وقتی که مطرح میشه، چون برداشت از پایگاه چیست که یک کشور میخواهد در یک کشور دیگه پایگاه ایجاد کنه به منظور منافع خود در منطقه یا منافع جهانی خود. بله. در حالی که اساس همکاری های ایالات متحده آمریکا و جامعه بین المللی را با افغانستان مبارزه با تروریسم همون مندیتشان نمی بود. این مسئله اصلی است که شورای امنیت سازمان ملل هم به همی اساس این صلاحیت داده به کشورها و این صلاحیت هر سال تجدید میشه. مسئله حضور ایالات متحده امریکا با ایجاد پایگاه دائمی فرق داره. داره. مسئله پایگاه دائمی را ایالات متحده امریکا مطرح نکرده و اگر مطرح هم کنه ما فکر نمی کنیم در این فضا و در این حول و حوشی که افغانستان قرار داره این به نفع افغانستان بوده باشه. اما مسئله باقی ماندن یک تعداد از قوتهایشان در یک چارچوبی که واضح و روشن باشه و او مراحل قانونی خود از لحاظ موافقتنامه طی کنه و به تصویب پارلمان افغانستان برسه و منافع افغانستان در او تأمین شده باشه و شکل و نوع همکاری ها کاملا واضح باشه این به نفع افغانستان است. یک نکته دیگر هم قبل از اینکه به مسائل منطقه‌ای اشاره کنم خدمت شما باید بگویم که مسئله تعداد هم در یک جای مهم میشه. مثلا وقتی که بحث آموزش نیروهای امنیتی افغانستان است، ما یه آموزش در چه سطح میخواییم؟ بله. اگر در سطح رهبری باشه باز یک تعداد کمی از ترنرها ضرورت خواهد بود. اگر در سطح قلوردوها باشه مسئله دیگه است. اگر در سطح افراد باشه در سطح کندک ها و تا این سطح باشه یا آموزش بعدی در روی تعداد تاثیر داره. برداشت ما است که ایالات متحده امریکایی رو گذاشته به افغانستان که شما تقاضایتان از ما بگوین که به چی اندازه ضرورت به چی اندازه ضرورت دارین و این تقاضا باید آیا ما میفهمیم که به چی اندازه ضرورت دارین؟ ما برخلاف متاسفانه به شعار دادن میپردازیم. اگر بحث از تامین قوای هوایی افغانستان میشه باز یک روز گفته میشه باز ما از روسیه میگیریم چه اصلا اینمی نکات است که وقتی افغانستان رضایی میده. دکتر صاحب محترم شما میفهمین بهتر که یک طیاره را عملیات یک ساعتش با ده ها هزار دلار مصرف داره؟ امی بودجه عظیمی از کجا خواهد شد؟ خب همه مسائل یک پیلوت وقتی که تربیه میشه در طیاراتی که او با اون نوع تیارات یک پیلوت های قوای هوایی افغانستان در گذشته با او آشنا هستن با او فرق داره. تجهیزات هزی حفظ و مراقبت هزی ورکشاپ هایی که بم را هزی میه هم هزی مسائل است که سالها میگیره ما دو کار باید صورت میگرفت که متاسفانه صورت نگرفته. کارهایی که در داخل افغانستان باید صورت بگیره و مسئولیت خود افغان هاست و در این قسمت باز جلب همکاری میشه. مثلا در ارتقای ظرفیت امروز گفته میشه، امروز وزیر صاحب دفاع اعلان کردن که ما در مسئله قراردادها و ای که ما بتانیم خریداری کنیم وسایل خود از بیرون و این صلاحیتش به ما مسئولیتش به ما تحویل میشه یا مسئولیت شما به عهده میگیریم، اما ما ظرفیت داری نداریم در این بخشا.
یک نقص نشان میده. مسائل دیگه است که بسیار مسائل مهمتر است که به داخل مربوط میشه و شامل بحث امروز ما نیست، اما یک نکته را به او اشاره میکنم، بحث مورال و روحی نیروهای امنیتی. وقتی از سرکماندان اعلی اینا حرفایی بشنون که رو مورال ضعیف بسازن، من به یک نکته دیگه هم اشاره میکنم که 3 نفر از مربوطین اردوی ملی افغانستان به قتل رسیدن و بازخواست صورت نگرفت. حال که کی مسئول بوده، کی نبوده، چرا نگرفت، این کاملا تاثیر داره روی روحیه اردوی ملی افغانستان. و مسائل دیگه، یک قسمتش مربوط به ایست که یک طرح بسیار واضح و عملی خوب سنجش شده افغانستان داشته باشه و همکاری بخواهد در اون مورد، در مورد روش نقیصه وجود داره. در مورد همسایه ها میخواییم که نظر شما رو بفهمم که همسایه ها در هر صورتش با موجودیت امریکا در اینجا چی موضوع پایگاه باشه، چی ماموریت باشه که در زیر چتر از یک تعداد امریکایی اینجا باقی بارن، در صورتش دیدگاه هایی دارن که مثبت نیست، افغانستان ایره به نفع خود چطور مدیریت بکنه که هم از موجودیت امریکایی استفاده بکنیم و هم مشکلات همسایه های خود من نظر گرفته باشیم؟ آیا میتونیم این کار کنیم؟ این کار ممکن است، اما در یک حالت متفاوت یا شرایط متفاوت از امروز. در شما باید دارین که وقتی که پروسه تازه آغاز شد تقریبا یک اجماع بین المللی وجود داشت بله. در مورد حمایت از افغانستان بله. این شامل جامعه بین المللی میشد و شامل همسایه افغانستان میشد. تنها یک همسایه که نقش دوگانه در اون زمان بازی کرد کشور پاکستان و متاسفانه تا امروز این نقشه ایفا میکنه، از یک طرف متحد اصلی در مبارزه با تروریسم بود و از طرف دیگه همکار اصلی تروریسم، این مسئله دوام کرد و تا زمانی که در سیاست اونا تغییر نبیاید بر او ما رای حل اساسی سراغ کردن نمیتونیم، ولو هرچی آرزوی ما باشه و هرچی کوشش بکنیم. در سایر عرصه‌های روابط با کشورهای همسایه پیشرفتهایی هم شده و موانع و مشکلات هم وجود داشته. چطور تهدید بر افغانستان چی است؟ تهدید تروریسم بین المللی است و طالبایی که تربیه میشن در بیرون از سرحد افغانستان و به شکل انتحاری میان در داخل افغانستان یا نظام افغانستان میخواین سقوط بدن. این تهدید اصلی است. من تهدید دومم به او اشاره میکنم، شاید مبالغه آمیز به نظر برسه، عدم موجودیت قانون و فساد اداری گسترده تقریبا مساوی به همین یک تهدید است برای سلامت نظام. و من باور دارم که انشاءالله تروریسم سبب سقوط افغانستان شده نمیتونه، اما خدا نخواسته اگر به این مسئله عمده پرداخته نشه حکومت داری خراب میتونه، فاصله بین مردم و بین نظام با حکومت، همه اینها از اینا همه استفاده کردن، دشمنای داخلی، دشمنای خارجی، حریفای داخلی، حریفای خارجی، اونایی که افغانستان آزاد، مستقل و قوی و صاحب عزم و ارادی ملی را نمیخواهند. در مورد چی دکتر سیبال آمدیم بالای موضوع خود دیدگاه ائتلاف ملی و اپوزیسیون و دیگر گروپ هایی که در بیرون دولت قرار دارن، مذاکرات صلح هم جز بحث خواهد بود در اونجا. شما مندار یک عده دوستاد پاریس باز دمی نشسته که پاریس صورت گرفت اشتراک کردن، برداشت شما از این نشست چی بود و آیا امکان ادامه از این با شما و گروه های خارج از دولت به طور مسمرش وجود داره؟ خب من یک دید کلی را خدمتتان ارائه میکنم و یکی هم در ارتباط به مذاکرات یا نشستی که در پاریس صورت گرفت. دید کلی ما همیست که مذاکره باید صورت بگیره و مذاکره، یعنی جنگ رای حل نیست، طبیعی است در هر جنگی. و چرا به این نتیجه همه ما رسیدیم؟ افغانستان جنگ تجربه کرده، مشکلات تجربه کرده و اکثریت مطلق مردم افغانستان به همین نتیجه رسیدن امروز. خب چرا ما نمی رسیم به صلح وقتی که اکثریت مطلق مردم می خواهند میره؟ 2-3 نکته مهم است. یک، پالیسی یک کشور بسیار تاثیر داشته، کشور پاکستان است. دوم، طالب ها هم به این نتیجه نرسیدن که از طریق مذاکره میتونن که به صلح دست پیدا کنن یا به یک تفاهم برسن. این نکته مهم است. مسئله سوم که به اندازه هر دوش اهمیت داره، اداره افغانستان که حمایت زیادتر مردم افغانستان
در عقب خود داشت، این حمایت از دست داده و صاحب یک دیدگاه نیست، یک مسیر واضحی را به مردم ارائه نکرده و مردم سردرگم ساخته و مردم در یک سردرگمی قرار داره. داده وقتی که ندای صلح بلند میکنه حکومت افغانستان، مردم به تشویش میشن به عوضی که امیدوار شوند، چون که بازی شده، حتی با معامله شده، بله فقط بازی سیاسی شده با حرف صلح. و در قبل از رفتن به پاریس یک نشست مقدماتی در کابل ترتیب شده بود غیر رسمی، یکی از شخصیت هایی که در اونجا حضور داشتن و نمایندگی از دولت میکردن در اون کنفرانس، اونا هم ابتکار گرفتن، گفتن ماهایی که میریم به پاریس اگر دیدگاه های خود در اینجا شریک بسازیم، در اصل مسئله وقتی که ببینیم مسئله جمهوری اسلامی افغانستان که یک اصل است در قانون اساسی افغانستان و غیر قابل تعدیل، این مسئله است که همه روی ازی متفق بودند. اصل ای که مذاکره باید صورت بگیره و نکات دیگه، اصل ای که بالاخره افغانستان باید که اختیار خود داشته باشد در شما در یک حکومت آینده که طالبا هم در او وجود داشته باشند اشتراک تان ممکن میبینین؟ این خود یک فرضیه است. من قبل از اینکه به فرضیه برسیم یک نکته را میگم که وقتی که طالب ها اصل جمهوری اسلامی را بپذیرند که ما با جمهوری اسلامی وارد مذاکره میشیم، بله، اینی نقطه عطف است. اونا خود گفتن که ما قانون اساسی هم باید تغییر بکنه، با این دولت صحبت هم نمی کنیم و تا که خارجی ها باشه ما صلح نمی کنیم. ای گپا یک تناقض وجود داره یا به نظر شما موقف از اونا موقف ثابت است؟ من فکر میکنم تا به حال متاسفانه در اون موقف اصلی که اونا امارت اسلامی میخواهند و سقوط نظام موجود میخواهند تغییر نامده. درست. اصل مسئله حضور نیروهای خارجی رو بگوییم در افغانستان. قبل از سال 2001 کدام نیروی خارجی در افغانستان حضور داشت؟ اگر داشت عسکر پاکستان بود. اگر داشت تروریسم از تمام دنیا بود، بین المللی بود. اما مردم افغانستان کشته میشد و قربانی میداد، گروگان بودن. یکی بهانه ها وی است. من روی نکته ای که پیشتر گفتم یک مسئله بسیار اساسی است. وقتی که اونا اعلان کنند که ما با جمهوری اسلامی افغانستان مذاکره می کنیم، این یک نکته بسیار دروازه ها باز میشه. دروازه ها باز میشه و وقتی که پاکستان تصمیم بگیره که از تروریسم به عنوان یک ابزار برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی خود استفاده نمیکنه، حال که یک دکترین تازه اعلان شده در پاکستان میتونه که یک علامه ابتدایی باشه. و انتخابات دکتر صاحب، انتخابات نزدیک به یک سال مانده از ما شما و در این انتخابات یقینا مشکلاتی که در انتخابات گذشته تجربه شده بود و هم وجود داره و بعضی مشکلات جدید ظهور کرده. مثلا امروز اعلان کردن که تذکره الکترونیکی باید یگانه وسیله باشه که توسط زو مردم رای میده. آیا امکان داره که ما بتونیم یک انتخابات بدون تقلب، آیا امکان نداره که با تذکره الکترونیکی هم بازی های در شرف وقوع باشه؟ نکته در کجاست؟ نکته در ایست که اداره موجود افغانستان هیچ نوع عزم و اراده سیاسی مبنی بر برگزاری یک انتخابات شفاف نداره. چی باید شوه؟ من علایم ازیر خدمتتان میگم. قانون انتخابات وقتی که اینا تغییرات در رو آوردن کاملا یک قانون است که حکومت خواسته به نفع حکومت، هر کسی که در رأس حکومت باشه انتخابات به نفع از او بچرخه، صرف نظر از اینکه امروز در رأس حکومت یک کسی است، فردا یک کسی دیگه می باشه، بعد او سو استفاده میکنه از این مسئله. کمیسیون شکایات انتخاباتی را مهمه کاملا او را تحت چه قرار دادن و قانون در فرستادنش به پارلمان افغانستان تعلل صورت گرفت. این نفر همه چیز ویتو کده میتونه؟ طریق تعیین اعضای کمیسیون انتخابات، بله، که به چی طریق اینا تعیینش صلاحیت رئیس جمهور است، اما از یک پروسه گذشتن هیچ مغایرت با قانون اساسی نداره. فشاری که امروز بالای کمیسیون است، امروز قبل از اینکه من به مصاحبه شما بیایم من صحبت داشتم با نماینده های ائتلاف که در مجلس با کمیسیون انتخابات داشتن. اونا کمیسیون انتخابات به صورت واضح نشان دادن اسناد که با اینی فرمان هایی که ما از کابینه میگیریم به ما هدایت داده میشن، پس ما کمیسیون مستقل نداریم. مسئله تهیه لیست رای دهنده ها که یک وسیله بود که میتونست کمک بکنه برای بهتر شدن انتخابات، هیچ نوع علائمی در این قسمت
حکومت از خود نشان نداده که چیزی بهتر از انتخابات گذشته میخواین، بلکه برخلاف به مراتب بدتر از اوست. این رو میایم ارتباط میتیم به بحث سفری که در امریکا صورت میگیره یا در جریان است. ارتباط موضوع یاد میشه، موضوع انتخابات. مثلا انتخابات از جه مطرح میشه. قرار معلوم تقاضای دولت افغانستان است که از حکومت افغانستان است که در انتخابات باید خارجی ها مداخله نکنند. کی اصل است که ما با این کاملا موافق هستیم. اما معنا چیست؟ مداخله چی است اول؟ مداخله ای که اونا روش بس میکنند چیست؟ یک تفسیر چند روز پیش که در یک صحبتی که احزاب سیاسی به آقای کرزی داشتن، آقای کرزی از انتخابات گذشته داشت که واقعا قابل ازی بود که او ثبت شد و یک وقت در موردش صحبت خواد کردیم و اطلاع مردم خواد رساندیم، از مداخله خارجی گفتن انتخابات گذشته را دو نفری که در کمیسیون شکایت انتخاباتی بود خراب کرد انتخابات ریاست جمهوری را. انتخابات گذشته را مثلا سناتور جان کری آمدن و چطور به او مداخله کردن و خرابش کردن و کل چیز به دست ازیا بود، هیچ چیز به دست افغانا نبود. حالا که این دفعه که اینا میرن، یک تقاضای افغانستان است که مداخله خارجی نباشه، اما معنایش است که تقلب شده، تقلب خارجی ها کردن. خارجی ها میخواستن یک کس دیگر بیارن. این آقای کرزی گفته در گذشته. در تمام از این ما نیت های سو را میبینیم در این قبال. متاسفانه این بازی کردن به سرنوشت مردم افغانستان است و در این قسمت من فکر میکنم این بار مردم افغانستان اگر آقای کرزی بر انتخابات آینده ممنون خودش کاندید کنید نمیتونه کرده، یک کس را با کمک معاون اول خود و معاون دوم خود اینا ماندار میخواین که منافع قدرت تداوم میشه نگهداری بکنن، که برای اینا مثل که معاون اول رئیس جمهور گفت که حال کسی که میایه باید انتقام جویی نکنه. مقصدش انتقام جویی چی بود که از کی از کی انتقام خود گرفت؟ خود در یک نقطه من موافق هستم که شرایط افغانستان قسمی است که مسئله باید شخصی نشه به هر کسی که در نتیجه یک انتخابات سالم میاد دنبال مسائل شخصی و اینا نگرده و سلامت کشور و مسائل حولیای کشور در نظر بگیره، مسئلات های شخصی را نه، مسئلات کلان مملکت و مردم در نظر بگیره و عمل بکنه و یک رئیس جمهور گذشته افغانستان مسئولیت قانونی خود داشته باشه. این او را خوب باندار قانون که باشه به زور امیست. اما ای که چند نفر با هم مجلس کنن و روی یک شخص باز اجماع میگه میکنیم اجماع هم انتخابات هم اجماع چطور بکنن؟ اجماع را من از در اون مجلسی هم که ما داشتیم با آقای کرزی از زبان خودشان هم یا زبان همکارشان هم شنیدیم و یکی از شخصیت های حاضر در اون مجلس اونا گفتن که بله اجماع روی منافع ملی درست. مثلا انتخابات شفاف باید داشته باشه، قانون باید پیاده شود و تمام از این مسائل، اما اجماع روی که چند نفری با هم تصمیم در مورد یک شخص بگیرن به صورت قطعی، در این صورت ما تمام این پروسه را میبریم به نقطه صفر. و امروز اگر این بحث باشه که چند نفر تصمیم بگیرن در مورد زعیم آینده کشور، معنای چیست که هر کسی خود مستحق میدانه برو مقام و همه خود محروم میدانن، باقی هر چه کسی که از او بدوربانن. من دلایل ازی را در تنها در یک سلیقه شخصی نمیدانم، عدم التزام و عدم باورمندی و تعهد رهبری نظام کشور به او چیزی که گفته میشه ما به او باور داریم، مثلا حکومت داری سالم، مثلا نظام بر مبنای قانون، مثلا قانون اساسی، اصلا باور به این وجود نداره. در مورد چی دوباره برگردیم دو سه دقیقه مانده، مورد سفر اردو رئیس جمهور هم با اوباما و هم آقای کرزی میخواین از خود یک میراث بگذارن. من رئیس رؤسای جمهور آقای کرزی شاید بخواد که قبل از اینکه دورش ختم شوه امی خارجی ها براین باز صدا بکنه که ماموریت خارجی ها ختم شد و افغانستان یک مملکت است که هیچ خارجی در اونجا نیست و یک وقت منیس رئیس جمهور خوش لباس اعلان شد، در حال که شما باید خوش لباس اعلان میشدید. حال فکر میکنید که این امکان داره که آقای کرزی قبل از دوره ختم دوره کارش به این آرزوی خود برسه و آقای اوباما هم به آرزوی خود برسه در این مورد؟ یک آرزوی همه مردم افغانستان بوده که افغانستان همه اختیار خود به دست خود داشته باشه، آری از عساکر خارجی باشه و افغانستان تامین امنیتش به دست نیروهای خودش باشه، یا آرزوهای همه مردم است.
اما ایره در شعار یک کسی که یک روز به خاطر تامین امنیت خود شش ماه مذاکره کرد با ایالات متحده امریکا که شما به ما بادیگارد بتین و روی مردم افغانستان اعتماد نکرد، یه دعا زبان او شخص من فکر نمیکنم که مردم با او بلد. اما ایالات متحده امریکا واضح ساخته برای افغانستان که ما برای دنبال کردن منافع خود جدا از حضور خود در افغانستان راههای دیگه را هم داریم. او در برابر مردم خود مسئولیت داره. حال در این فضا منافع افغانستان در چیست؟ ما به اون نقطه رسیدیم که ضرورت نداریم به قوای خارجی، حتما باید اعلان از طرف رئیس جمهور صورت بگیره و همه ما از او استقبال کنیم. وقتی که به ناکامی حکومت در استفاده از فرصت طلایی 11 ساله در کدام شما اعتبار دارین به تاریخ افغانستان سابق و نزدیکش، در کدام وقت در افغانستان یک زعیم، یک رهبر پشتیبانی اکثریت مردم داشته و از تمام بازیگرای جامعه بین المللی رو داشته و میلیاردها دلار برش ترازیر شده؟ شما میفهمین که امیرای افغانستان در گذشته با کمال مشکلات یک مستمری را برای خود تعیین کردن، یک چیز را برای مصرف حکومت قبولاندن، اینجا میلیاردها دلار سرازیر شدن. از همه مهمتری که مردم افغانستان آماده تغییر بودن، آماده تغییر مثبت بودن و به مردم افغانستان جفا شد. حالی میراث که از آقای کرزی باقی مانده میتانه فقط یک چیز است: اگر انتخابات سالم صورت گرفت و مردم یک اعتماد نسبی و مشروعیتش داشتن، اینمی میراثش است. یک انتقال شفاف و در چوکات قانون. همینطور. بسیار تشکر. تشکر از شما. تشکر. سلامت باشید. تشکر. برنامه دوباره خوش آمدید. مهمانان عزیز ما آقای ستار سعادت، حقوقدان و تحلیلگر، آقای امین حبیبی، تحلیلگر سیاسی. تشکر سعادت. تاس را با پیل کو موضوع دی افغانستان غوختنه پا امریکی دی امریکی نه دی امریکی پا موقف بانده، آیا تاثیر را چولیسی پا دی وقت که پا دی سفر که؟ ولی دا خوشاید یو تشریفاتی لیدنه ای او تفصیلی موضوعات وقت باید تکمیل سوای وای. آیا تکمیل سوی دی اغش خیان یا دا چه لا هم ستونزی موجود دی؟ از بسر که سلام کم تاست ملمت و طول لیدون کتا. دی افغانستان دا مخکل دی تپوس دی امنیتی ترون سفر وشی، دی ولس مشر کرزی یو سفر مخ که و دیر پخوات یا وقت که قلز دیموکراتان قدرت تورسی دل دی دوی روابط دیر ترینگل شولا و هغه وخت کې ته ولس مشر کرزی او سفر درلوده، عین همداسې تشریفات درلوده لکه د امنیتي تړون په برخه کې چې و ادیرې ته بیولو، روغتون ته بیولو، بالاخره هغه وروستی دیدن یا لیدنه اوباما سره وه. په هر صورت دا یو بل مهم لیدل دی یا سفر دی چې د امریکایانو لپاره هم ډېر مهم ده او افغانستان لپاره هم. حتی زه داسې یو ډول باندې د افغانستان د پاړه د بن کنفرانس سره هم مقایسه کولای شم، ځکه د بن په کنفرانس کې د افغانستان د نظام بنسټ کې خوځول شو او دا سفر چې البته متحده ایالاتو ته اهمیت مهم دی، ځکه ستراتیژیک تړون کې د امریکې ولسمشر راغی دلته په افغانستان کې د امضا که، یعنی هغه ارزښت یې د ستراتیژیک تړون غوښته نمایش نړۍ ته او منطقې ته ورکیو ارزښت یې وښي. او اوس د ولسمشر کرزي سفر د یو هیات سره او هغه هم وروستۍ لیدنه چې د باندنیو کانګرس کسانو سره او سناتورانو سره او د باندنیو چارو وزارت او بالاخره دفاع هغوی ټول وینو، بلې، یعنی په دغو ځایونو کې به کلیات مطرح کیږي. مثلا د مسؤلیت مسله چې دا موضوع مهمه ده، بلې، مسؤلیت باندې ولسمشر کرزی هلته به هغوی سره بحث کوي. د مسؤلیت تایید به د ولسمشر کرزي له خوا ته نه کیږي، خو مسؤلیت په جلا جلا ډولونو باندې محدودیتونه لري. مثلا د مشترک محاکمې مسله ده، د قوانینو، بله، د کوم قوانینو تابع باید وي، خپله د مسؤلیت حدود څومره دي، تنه غاړي دي که د هغو نه پرخ، بله، دا مسله ده. د مشروع دفاع مسله ده چې هم دننه په افغانستان کې هم د منطقې په اړه دا تعریف چې شاید وخت دی، شمیر دی، دې ته ورته محلات دي.
زه فکر کوم چې په دې باندې په کلیاتو باندې بس کیږي او د بل خوا د افغانستان غوښتنې به مطرح کیږي چې زه په دې باور نه یم چې یعنی هغه څه چې ولسمشر کرزی ویل موږ سره په ناسته کې ویل یو ناسته کې تاسو خپله حضور درلوده ولسمشر کرزی باور دا شاید چې یعنی متحده ایالات جدي ضرورت موږ ته لري یعنی فکر کوي چې افغانستان خاغل کرزی هم دسی ویل چې یعنی افغانستان امریکې ته دومره ضرورت لري چې امریکا موږ ته ضرورت لري آیا دا دقیقه ده؟ زه همدغه مسئلې ته راتلم دا دقیقه ځکه نه ده چې یعنی متحده ایالات پرته له افغانستان نه خپل اقتدار خپل ژوند ته دوام ورکوی شي اما موږ په داسې حالت کې یو یا وساتل شو هر دلیل چې چې پرته له متحده ایالاتو نه خپل حیات ته دوام نشو ورکولی بنا دا لوی بحث دی چې ولې داسې یاستو بله عبیبی سپ در مورد ای که هم اوباما و هم رئیس جمهور کرزی هر دو یکی یک سال بعد ماموریتش ختم میشه یکی دوره دومش است آخری دوریش است هر دوشان از خود یک میراث یا یک لگسی باید بگذارن فکر میکنین که از آقای کرزی ای چی خواد بود و از آقای اوباما چی خواد بود در این مورد آیا در این سفر اینا چیزی به دست خواد آوردن دو؟ بسم الله الرحمن الرحیم و سلام به شما مهمان برنامه و همینطور بینندگان تلویزیون عرض کنم که وقت سوال سختی است به هر حال آقای کرزی افغانستان نوین بعد از 2001 با آقای کرزی شروع شدن و هر چی دستاوردی داشتیم مشکلاتی داشتیم ناکامیایی داشتیم تمام از اینا میتونه با پای آقای کرزی نوشته شود در این که شکی نیست که شاید بهترین فرصت در تاریخ یک کشور حالا نمیگم افغانستان در تاریخ یک کشور برای افغانستان به وجود آمد که از این فرصت ها میتونست از بحران هایی که در انتظارش بود عبور بکنه ولی این که وقتی به 10-11 سال گذشته نگاه میکنیم علارغم چالش هایی که ما داریم دستاورد های فراوانی هم داریم و فراموش نکنیم که در اگرچه که در کشور مثل افغانستان نخبگان معمولا امور را میچرخانند یعنی به صورت جمعی ما حرکت نمی کنیم که سیستم بسازیم و به گفته آقای کارلایل که این اشخاص هستن نه سیستم و نخبگان میتونستن اثر بسیار بسیار عجیبی داشته باشند در اینجا منتها نخبگان ما خوب نتونستن از این فرصت استفاده بکنن و آیا نخبگان داریم ما یا همینطور یک چند نفر است که میشن باز از پیشان یک مور میگیرن تاپا میگیرن به هر حال در قالب کشور ما نخبگان ما هست یعنی شما هر کشور متناسب با شرایط خودش نخبگان خودش داره و نخبگان ما شاید از این فرصت خوبتر میتونستیم استفاده بکنیم منتها معذرت میخوایم علارغم این که آقای کرزی یک فرد بود یک نخبه‌ای بود که به هر حال افغانستان نوین باید شروع شد ولی باز هم چون ما آنقدر مشکلات داشتیم که شما وقتی یک جامعه از صفر شروع میکنن وقتی هیچ نهادی نیست وقتی افغانستان تبدیل شده و مرکز بحران کشورهای منطقه بل. و به محل تبدیل شده شما وقتی در خانه خودت یک کثافت‌دانی داری که هر چیزی که لازم نیست در اونجا مندازی در این منطقه در و از جهان تقریبا کسانی را که نمیخواستن اینجا انداخته بودن خب و این شده مرکز یک بحران نهادهای مدنی ما از بین رفته بودن نهادهای ملی ما خب این را ساختن از اینا که آقای بیبی که اگه همی آلت آمده بود علل داشت آیا امو علل از بین رفته که باز به مو آلت تبدیل نشه افغانستان؟ ببینید اون علل هست تا حدودی سر جای خودش هست من تا افغانستان اون زمان نیست یعنی مثلا اگر پس دوباره موضوع را بالای خود اجندا بیاریم مثلا یکی از عللش مداخله پاکستان درست؟ مداخله همسایه ها آیا امریکایی ها با آقای کرزی در این نشست در این مذاکرات یا در این سفر میتونن تشویش یکی دیگه خود و تشویش مردم افغانستان در این زمانی که تشویش ایران و پاکستان و هند و روسیه هم باید حل شود این تشویش ما رو حل بکنه؟ ببینید من یک پاسخ دیگه دارم بر از این سوال معمولا در میدیا وقتی پاسخ داده میشه سریع میرن بر اصل مطلب مسئله من این است که شما ببینید وقتی من قدم بگذارم در حوزه پزشکی شما وقتی که سرما میخوری نه؟ دست را به جایی میزنی باکتری را از اینجا میگیری و به دماغت میزنی بعد این باکتری رشد میکنه و سیستم ایمنی بدن شما ضعیف است شما سرما میخورید ولی وقتی که سیستم ایمنی بدن شما قوی میشه
دیگه باکتری ها اثر نمیذاره و شما ایمن میشه در برابرش. مسئله مهم این است که ما اگر در داخل بتونیم و چیزی که تا حدود جامعه بین المللی روی زیر سرمایه گذاری کردن که نمی نهادهای مدنی را یعنی می سیستم ایمنی را در داخل افغانستان بسازن که افغانستان بتونه از امنیت خودش از تمامیت ارضی خودش دفاع بکنه. درست. و این نهادهایی که از بین رفته بود تا حدود خوشبختانه، اما ما متاسفانه مثل که شما پیشتر هم فرمودین به نهادسازی نپرداختیم و سیستم ایمنی ما را تقویت نکردیم. ما خوراکای خراب میکنیم که هنوز هم سیستم ایمنی بدن ضعیف‌تر ساخته میریم. سعادت صاحب دی حقوقی موضوعات نه پرته چې د امریکایانو د افرادو د پاتی کېدو په ارتباط مونږ وغږېدلو، هغه نور شیان چې د تشویش وړ دي چې مونږ د افغانستان د دولت په حیث د دولت نه توقع وکړو چې دولت هغه موضوعاتو ته یعنی رسیدګي کولی وکړي، هغه به د تاسو په نظر چې غیر له هغه حقوقي موضوعات چې د مسئولیت موضوع و خا دا خا پختنه دا زده سه فکر کوم چې اول من دا مسله مطرح کو چې کله چې دغه یو بحث کیږي او مذاکره پیلېږي ډیپلوماتیک مسله دی هیوادونو ترمنځ ډیر زیات د دواړو اړخونو هغه فرصتونه او چانسونه یا د ډیپلوماسۍ کوم وسایل چې لري په یو بل باندې د فشار لازم وسایل دغه نه استفاده کیږي. یعنی من په دغه تړون کې یا دغه روابط چې موږ احتمالاً اوږدمهالې روابط وي د متحده ایالاتو سره، یعنې هغه تعبیر چې کیږي دایمي نظامي اډې، زه ورته اوږدمهالې نظامي اډې ووایم ښه ده معقوله به وي. کله چې موږ په دې باندې بحث کوو، موږ متحده ایالاتو باندې څومره چانسونه لرو د فشار وسایل او متحده ایالاتو په موږ باندې څومره لري، دا طبعاً یعنې د متحده ایالاتو تمایل هم ډېر زیات دی چې افغانستان د یو باوقاره د یو مستقله هیواد په توګه دوی سره په میز باندې کینی دا تړون په حیثیت باندې مثبت تاثیر کوي. خوښیږي هم چې د عدالت جوهر هم په یو ډول باندې په دې تړون کې وي، اما ته باندې خپل هغه ستراتیژیکي غوښتنې هغه جدي غوښتنې هغوی غواړي چې په دې تړون کې ځای په ځای کړي. اوس موږ څومره چانس لرو چې په مقابل کې موږ په یو ښه منطق باندې مهمه مسایل ته ضرورت لرو، مثلا د موږ د امنیتي سکتور قوت دی، د موږ د اقتصادي بنسټونو د جوړولو په اړه د تداوم، بله داسې یو کاذب اقتصاد نه چې تاسو په دې کې هغه ستاسو مسلک دی زه به پکې بحث نه کوم، لکه اوس چې موږ یو یعنی هره شیبه چې راباندې یو څه قطع شي نور موږ هیڅ هم نه لرو. د هغه اقتصادي بنسټونو جوړول دي. او بل خپله ولسمشر یوه خبره کوله چې زه هغه یو برخې سره شاید نه یم موافق، اما یو برخې سره موافق یم. ولسمشر معمولا دا خبره مطرح کوي، موږ سره هم دا خبره مطرح کړې چې د دغه تړون په مقابل کې موږ باید د متحده ایالاتونو د افغانستان د ثبات تضمین وکړو. دا یو معقوله غوښتنه ده. خو ولسمشر کردی کله کله په امریکانو باندې هم بدګمانه دا خبره کړې ده چې یو ډول باندې د جنگ مدیریت یا د بحران مدیریت په افغانستان کې د متحده ایالاتو په لاس کې دی، اما دا خبره که موږ بل ډول راواخلو، موږ خپل هم چې امریکایانو سره وخت ناوخت د مدني نهادونو په توګه ګورو، دوی نسبتا مهم چارواکو سره دغه لازم فشار چې متحده ایالات باید هغه د تروریزم یا د افغانستان د دولت د مخالفینو په تقویت کې هغه هیوادونه لري، هغه لازم فشار تر اوسه پورې په هغوی نه دی وارد شوی. مثلا که ایران سره یو برخورد کیږي، هغه د هغه د استوي وسلې لپاره دی، د نورو زاویو نه د افغانستان له ادرسه، او پاکستان چې عملا یعنی د تروریزم حامی مطرح شوی دی، اسامه مرګ هلته او نور تروریستان وژل سول، د افغانستان دولت مخالفین هلته ساتل کیږي، د متحده ایالات یعنی دوته کوم توجه نه دی کړی، لازم فشار نه دی راوسته. یو مهم مسئله ته اشاره کوم، هغه دا ده چې دا مسئله به زه حقوقي مطرح کوم. په نړیوالو حقوقو کې له بده مرغه د اجرا ضمانت نشته، او دا د نړیوالو حقوقو هغه مهم عیب دی. اوس خبره دا ده چې موږ د بګرام د زندان د انتقال تړون وکړو، عملا دا اوس هغه تړون نقضیږي، حتی پایوازان چې ورځي امریکایان هغه نیسي، هغه بندیان نه دي انتقال شوي، د شپې عملیات مسله مغه صفات. او تر ټولو مهمه دا ده ستراتیژیک تړون کې او ماده هم دغه سده چې د افغانستان باندې کله چې د بل هیواد لخوا ته تجاوز کیږي، دوی به زموږ په څنګ کې درېږي. موږ ولیدل چې پاکستان په موږ باندې تجاوز وکړ، دوی نه یوازې سکوت نه کوي بلکې وی ویل چې موږ یې تاسو په څنګ کې نه یو. اوس دغه تړونونه چې راځي، دغه روابط چې رامنځته کیږي، د یو سند په اساس د اجرا د ضمانت لپاره کومې مهمې لارې باید د افغانستان دولت ولټوي؟ زما یو نظر دا دی، دا مې وړاندیزم دی چې من
طبعاً چې په دې تړون کې به غزمن غوښتنې هغه امریکایان هم نه غواړي چې مطلق د یو اړخیز تړون وي. زمون غوښتنې د افغانستان منافع به هم په دې تړون کې مطرح کیږي، اما که بیا په وروسته عمل پنه کیږي دا بیا زمونږ په ګټه نه ده. ما ویل چې دا یې نړیوال حقوق عیب دی بنان د کې داسې موارد که ځای شي په دې باندې سر دی اوس همدغه کلیاتو کې په باندې بحث وشي په دې سفر کې چې که چیرته یو اړخ په خپلو تعهداتو باندې عمل نه کوي نو دا دې د تړون د فسخې د یو فکتور په توګه مطرح کیدی شي. آیا بیبی در مورد تضمین هایی که در چنین روابط وجود داره، من در آقای سعادت هم خوب اشاره کردن، آیا افغانستان باز هم یک بازیچه خواهد بود در منطقه؟ مثلا همی تجاوزهایی که از طرف پاکستان تجاوزاتی که صورت گرفت، یا فرض میکنم تضمین وجود نداره که اگه ایران عین کار نکنه، اگه کدام روز در مورد توانمندی های هسته ای ایران کدام عملیات صورت بگیره، یقین ایران هم یک عمل بالمثل انجام خواهد داد در آسان ترین جای افغانستان خواهد بود. در این ناتو و امریکا تا حال امتیان خوب نداده، شما چی دید دارین؟ ببینید من واقعا با این موافق نیستم که ناتو و ایالات متحده آمریکا امتحان خوب ندادن. آنچه که جامعه بین المللی میتونست انجام بده در افغانستان علیرغم چالش هایی که ما داریم تا حدود انجام دادن. و او این است که شرایط زیره که ما بتانیم به عنوان یک ملت کارکرد خود را داشته باشیم، این فانکشن خود را داشته باشیم، این شرایط را برای ما فراهم بکنیم. چطور فراهم بکنیم؟ فرض میکنیم به طور مثال تجاوز پاکستان بالای خاک افغانستان، قوای توپچیش، راکتش، دیگهش، ما حتی توپچی هم نداریم، ما چی قدم میتونیم؟ ببینید در بخشی از اینا آقای کنینگام سفیر ایالات متحده آمریکا در یک مصاحبه گفت که ما اغلب در دیپلماسی سر صدای زیاد نمی کنیم ولی با این میپردازیم، پرداختن تا حدودی خودشان گفتن. البته یک چیزی را من اصلاح کنم که این بسیار در دیدگاه ما افغان ها به طور کلی، حتی در دیدگاه نخبگان ما، سیاسیون ما و حتی نخبگان جامعه مدنی ما این مطرح میشه که اغلب گفته میشه که شما این اشارهشان به جامعه بین المللی است که یک این نهاد را برای ما نساختین، برای ما حکومت خوب نساختین، برای ما رهبر خوب تعیین نکردین، وظیفه اونا نیست. ببین ما نقش ما با این ساختارها باید بومی باشه، باید وطنی باشه، توسط خود مردمش ساخته شده بتونه. اما اونا را من باز میگم که نه، ما نمیخوایم که اونا بسازن این چیزا، اما مانع نشون. اونا به شکل مستقیم یا غیر مستقیم، آگاهانه یا ناآگاهانه، در بعض موارد ما نیستن. مثلا توانمندی جنگ سالارها، دادن پول و قرارداد به کسانی که مسئله هستند، مردم های غیر مسئله را ناتوانتر می سازه یا نمی سازه؟ کارهای کردن که قابل بحث است. ببینید در این که بعضی وقتا در روابط دو جانبه کشورها چی کار کردن، چه قراردادهایی را داشتن، اینا برمیگرده به اونا که باید سوال کرده از اونها واقعا. ولی در این که جامعه بین المللی نیت این را داشته که افغانستان پس روی پای خودش بیسته و بتونه نهادهای خود را بسازه که تا از امنیت خودش دفاع بکنه، در این من هیچ شکی ندارم و هیچ نوع تئوری توطئه را در این زمینه نمیپذیرم. یعنی بی‌انصافیست به نظر من که جز اینکه یک ملت مزمحل بسازه تئوری توطئه، از توطئه ها باید آگاه باشیم، اما آگاهانه با او برخورد بکنیم، نه به شکل خیال پردازانه. همین که در مورد ماموریت عساکر امریکایی در افغانستان، مندار تعداد برای افغان ها یک معنی داره و برای امریکا یک معنی دیگه داره. ماموریت فعلی امریکا بعد از اینکه دیگه اعضای ناتو تعدادشون کمتر میشه، آیا تعداد قوای امریکایی مهم خواهد بود یا اینکه فقط موجودیتش؟ من فکر میکنم که اصلی ترین مسئله برای ما تعهد جامعه بین المللی است و این تعهد برای اینکه تضمین باشه برای از اینکه ما در منطقه ای که هستیم این منطقه دوباره مشکلی برای ما ایجاد نکنه. ما در اینجا زجر دیدیم و مسئله اساسی این است که ما نهادهای امنیتی ما کاملا ساخته نشدن، ما به لحاظ استراتژیک عمق استراتژیک نداریم و ناگزیر هستیم که این عمق استراتژیک در
تعامل با کشورهای جهان و خصوص کشوری مثل ایالات متحده آمریکا جبران کنیم. و عرض کنم که این خطر ایجاد میکنه برای ما اگر ما واقعا بی احتیاطی کنیم در این زمینه، به خاطر اینکه زمان از این که حاکمیت ملی در شکل سنتیش که حاکمیت مطلق بود که دیگه شما هیچ ارتباطی با دنیا نداشت گذشته و حاکمیت ملی نسبی است در دنیا امروز. و به نظر من اینجا باز تاکید کنم حاکمیت ملی فعلا موضوعات فردی است. مثلا در قرن 21 یک افغان که با فقر دست به گریبان است، با فساد اداری دست به گریبان است، با نبود خدمات دست به گریبان است، حاکمیت ملی وقت تامین میشه که اونو مردم ما به حقش برسانیم؟ اصلا فلسفه حاکمیت ملی، فلسفه پشت میاندیشه حاکمیت ملی این است که خوشبختی مردم رو تامین کنی. اگر کسان دیگه مداخله میکنن نگذاری که خوشبختی رو از مردم بگیره. ولی اگر زمانی میشه که شما این خوشبختی رو میتونی در تعامل با جهان تامین بکنی، خب چه تناقضی با حکومت ملی میتونه پیدا بکنه؟ این است که به نظر من باز من برگردم که یک جمله رو بگویم که به نظر من جهاد یک سیاستمدار مسلمان این است که در تعامل با جهان خوشبختی رو برای مردمش فراهم کنه. تشکر. آخری سوال اولان دی افغانستان دی دولت مسئولیتونه دی بلمیلی تولنی پا مقابل که مخصوصا دی امریکان پا مقابل که مختلف موضوعات دیسی یا فساد، آیا دی فساد پا ارتباط چه بحث کی گیلتا؟ مونگا چه زواب لرو؟ دی فساد سر مبارزی پیز مونگا؟ زمونگ خپل نهاد سو رزو که تاسیول دلی یا تحقیق مو تر سر کردی و پاقه که دوان ایماده دی اساسی قانون نقش شوی زفکر کم کچیر تا مونگا پا حکومت داری یا دولت داری که مونگ سر متحده ایالات حسابو کی او د دې ادرس له موږ سره برخورد کې نو فکر کوم چې حتی د دې وړ نه یو چې په میز را سره څوک کین. اما زه داسې فکر کوم باور مې دا دی د غنننۍ نظام یا د افغانستان ولس سره دغه د نړیوال ټولنې ملتیا چې جدن د هغوی منافع هم دلته مطرح دي، یعنی تروریزم سره نیابتي جنګ په افغانستان کې وشو له بده مرغه ځینې نور هیوادونه لا پرېښودل شو. خو اوس دوی خپلو ملتونو ته هم لکه متحده ایالات خپلو ملتونو ته هم باید دا زمانات ورکی تل دی زینا بیا اوگوی تا تهدید متوجه نده و بیا دی ترسنگ دی مخدره مواد و دی ترویج مسئله پا افغانستان که دی ولسواقی دی تحقق مسئله پا دی برخه که فکر کم چی اوگوی منگ سر پا پامدغ میز کینی او دوام را سر راقی تر طول مهم مسئله مخی دکتر صاحب عبدالله مرت اشاره و کلا مهم دا پا افغانستان که دی قدرت انتقال معمولا دی وینو دی بدمرغوی و بد و حالات سر شویده وست تر طول که داده چی من دیو شفاف و تاکنو عادلانه تاکنو دیو عمومی تاکنو لالاره بالاخره دی قدرت سالم انتقال ته زمینه مساید کو کچیر ته منګه دا مسله نه هادی نکړه. نو فکر وکي چې نړۍ لپاره هم منګه خو پارتنرانو په توګه مطرح شو په افغانستان کې هم منګه دا مشکل دی. بینندای عزیز، ملت افغانستان و ملت امریکا از دولت های خود توقعات دارن. توقع مردم افغانستان از دولت ما است که به مشکلات مردم افغانستان رسیدگی بکنیم و از منافعشان در هر جا در هر سطح کنس نمایندگی درست بنماییم. در این مذاکراتی که در واشنگتن صورت میگیره یقینا مردم امریکا هم از رئیس جمهور خودشان توقعاتی دارن، اما در این زمان مردم افغانستان هم حق دارن از جامعه بین المللی توقعات داشته باشند. مردم افغانستان در ادوار مختلف تاریخ مخصوصا در چند دهه اخیر با جهان نامردی نکرده. مردم افغانستان با ریختن خون خود برای جهان امکانات را میسر ساخت که دیوارها را پایین آورد، برلین متحد ساخت، اروپا را یک جا ساخت و امروز سمریش از اروپای شرق تا اروپای غرب و از امریکا تا افریقا از همه جا مردم حداقل احساس میکنند. اما مردم افغانستان کمترین ثمره از این قربانی های خود تا حال دیدن که بخش از او مشکل خود دولت افغانستان، بخشش مشکل جامعه افغانی و بخشش مشکل به جامعه بین المللی است. و امیدوار است که مردم امریکا و دولت امریکا هم بدانند که گرچه دولت های ما ضعیف است، گرچه مشکلات داریم، اما مردم متوقعات دارند و این منطقه منطقه خطرناک است و امریکایی ها با این که بسترهای خود ببندن و برن فکر نکنن که افغانستان مشکل وجود نخواهد داشت در افغانستان. اما مهمترین موضوعی که گرچه تکرار هم میشه برای افغان ها است که ما پروسه انتخابات آینده را به ترتیب پشتر بگذاریم که در او یک انتقال منظم، یک انتقال با شفاف و با اعتبار ترتیب صورت بگیره که هم اعتبار مردم افغانستان و اعتبار جامعه جهانی بالای سیستم احیا شود. تا برنامه آینده و روز آینده، خدا نگهدار.